سرخط خبرها. پیشنهاد مقتدرانه نیروی دریایی سپاه به کشورهای منطقه. تبادل آتش هشدار بین نظامیان کره های شمالی و جنوبی. و ادعای نظامیان پیشین آمریکایی در مورد آسیب پذیری این کشور. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که تهران به کشورهای منطقه پیشنهاد داده تا به جای نیروهای آمریکایی امنیت منطقه را ما فراهم کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که نیروی دریایی سپاه پاسداران یگانه ویژه است که دست به ماموریت‌های ویژه می‌زند. سردار تنگسیری در گفتگو با شبکه خبری العالم گفت که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از 32 کشتی پشتیبانی نظامی می کند و برای جلوگیری از دزدی دریایی کشتی های تجاری و غیر تجاری ایرانی را همراهی می کند. وی با بیان اینکه خلیج فارس متعلق به تمام کشورهای این منطقه است ادامه داد، طولانی ترین مرزها در سواحل خلیج فارس متعلق به ماست. به کشورهای منطقه نیز پیشنهاد دادیم تا به جای نیروهای بیگانه امنیت منطقه را ما فراهم کنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس تا کنون به هیچ یک از کشورهای خلیج فارس تعدی نکرده است، تصریح است هنگام یورش داعش به عراق و سوریه از این دو کشور دفاع کردیم. وی با تأکید بر اینکه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران از دومین روز پیروزی آن آغاز شد، خاطر نشان کرد دست دوستی و برادری به سمت کشورهای منطقه دراز می‌کنیم، اما به هر گونه تجاوزگری پاسخی مضاعف می‌دهیم. تنگسیری با بیان این که اگر بیگانگان به امنیت منطقه اهمیت می‌دادند، زیر دریایی‌های هسته‌ای وارد منطقه نمی‌کردند، عنوان کرد. ترامپ گفت که عربستان گاو شیرده است و هر وقت شیرش تمام شود آن را سر می‌بریم، حال آنکه ما عربستان را کشوری مسلمان می‌دانیم. فرمانده نیروی سپاه گفت که طبق توصیه رهبری بر توانایی‌های خود تکیه کردیم و نتایج خیره کننده به ثمر رساندیم. ما افتخار می‌کنیم که تمام سلاح‌های ما ساخت ایران است و می‌توانیم شکستی سخت دشمنان وارد کنیم. وی ضمن ابراز تأسف نسبت به اینکه برخی از مسلمانان به بیگانگان تکیه می‌کنند، در حالی که قرآن کریم به ما اجازه نمی‌دهد به یهود و نصارا تکیه کنیم، عنوان کرد. انواع پهپادها، موشک‌ها و سیستم‌های الکترونیکی بسیاری تولید کرده‌ایم. در آینده نزدیک از دستاوردهای شگفت‌انگیزی خبر خواهیم داد. سردار تنگسیری با اشاره به واکنش قاطع تهران به دزدی دریایی انگلیس تأکید کرد وجه تمایز جمهوری اسلامی این است که نمی‌پذیرد حقش تازی گردد، بلکه با قدرت آن را باز پس می گیرد. نظامیان کره شمالی برای تلافی شلیک هشدار نیروهای کره جنوبی به سمت شناور متعلق به این کشور، چند فروند راکت به سمت مرز دریایی دو کشور شلیک کردند. رسانه‌های محلی بامداد دوشنبه از عبور یک فروند شناور کره شمالی از مرز دریایی با همسایه جنوبی و شلیک هشدار نظامیان سئول به سمت آن خبر دادند. ستاد مشترک کره جنوبی اعلام کرد یک کشتی تجاری کره شمالی در ساعت 3:42 بامداد دوشنبه به وقت محلی از خط فرضی تعیین کننده محدوده بین حریم دریایی دو کشور عبور کرد که با شلیک هشدار نیروی دریایی جنوب مواجه شد. به نوشته خبرگزاری یونها، بعد از آن بود که نیروهای کره شمالی نیز در واکنش به این اقدام چند فروند راکت به سمت مرز دریایی با همسایه جنوبی شلیک کردند. طبق این گزارش، کره شمالی برای توجیه شلیک راکت‌های خود مدعی شد که یک فروند کشتی جنگی کره جنوبی در ساعت 3:50 بامداد، یعنی فقط 8 دقیقه بعد از واقعه اول، به مرز دریایی غرب این کشور تجاوز کرده است. یک سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح کره شمالی با بیان اینکه این 10 فروند راکت برای هشدار به سمت مرز دریایی با کره جنوبی شلیک کردند گفت: ما بار دیگر به دشمنان خود درباره اقدامات تحریک‌آمیز جعلی دریایی هشدار می‌دهیم. پیش از این نیز ارتش کره شمالی بامداد چهارشنبه هفته قبل گفته بود توپخانه‌هایش به عنوان هشداری به تداوم رزمایش‌های نظامی کره جنوبی چندین گلوله شلیک کردند. در بحبوحه احتمال آزمایش اتمی جدید کره شمالی، رسانه‌ها از آماده باش دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی خبر دادند. دفتر یون سوکیول، رئیس جمهور کره جنوبی، از روز یکشنبه در حالت آماده باش 24 ساعته قرار دارد، زیرا انتظار می‌رود کره شمالی هفتمین آزمایش اتمی خود را انجام دهد.
مقام‌های دفاعی پیشین آمریکا میگویند صنایع دفاعی ایالات متحده به دلیل کمبود استعداد از مهندسان نرم افزار گرفته تا کارگران ماهر محدود و آسیب پذیر شده است. زیرا دولت بایدن تنها بر افزایش سرعت و حجم تولید تجهیزات و تسلیحات تمرکز دارد. به گزارش اسپانی، تلاش‌های مستمر ایالات متحده برای مسلح کردن اوکراین به تجهیزات نظامی که تا به امروز بالغ بر 17.6 میلیارد دلار هزینه بر روی دوش مالیات دهندگان این کشور گذاشته است، علاوه بر دیگر چالش‌های امنیتی جهانی، آسیب پذیری صنایع دفاعی ایالات متحده را آشکار کرده است. وزلی هالمند از مقام‌های پیشین پنتاگون می‌گوید: واقعیت این است که وقتی من پرواز با هواپیماهای جنگنده را در نیروی هوایی ایالات متحده شروع کردم، ما دو نسل و نیم از سایر کشورهای دنیا جلوتر بودیم، ولی اکنون تقریبا نیم تا 3/4 یک نسل جلوتر هستیم و این شکاف به سرعت در حال پر شدن است. هالمند که کهنه سرباز 27 ساله نیروی هوایی آمریکاست، در پنتاگون در حوزه برنامه‌های استراتژیک و مدیریت سیاست رئیس ستاد مشترک ارتش خدمت کرد. او که در حال حاضر برای تصاحب کرسی مجلس کنگره در انتخابات میان دوره ای امسال به نمایندگی از ناحیه 28 کنگره کالیفرنیا نامزد کرده است، همچنین به عنوان رابط ارشد نیروی هوایی در مورد مسائل امنیت ملی در مجلس نمایندگان با قانونگذاران کار میکرد. هالمند گفت ال لورد، دستیار وزیر دفاع آمریکا، عقیده داشت که آینده توانایی های دفاعی ایالات متحده در گروه متخصصان حوزه نرم افزار و سخت افزار خواهد بود. بنابراین در گذشته شاید تلاش مستمر ولی ناکام شرکت های فعال در زمینه صنایع دفاعی ایالات متحده برای جذب مهندسان نرم افزاری بودیم که عمدتا توسط استارت آپ ها و دیگر نام های بزرگ فناوری جذب می شدند. هالمند ادامه داد: به همین دلیل و برای افزایش متخصصان حوزه نرم افزار، ایالات متحده دو نسل گذشته را صرف بمباران ذهن والدین و کودکان در مورد نیاز به ادامه تحصیل 4 ساله در دانشگاه کرد، ولی در عین حال نسبت به توجه به آموزش و حفظ نیروهای کار ماهر غفلت ورزید. او گفت: بنابراین در حال حاضر ما مهندسان نرم افزار و فناوری های لازم برای طراحی و کدنویسی سلاح‌های دفاعی و نیز همه ملزوماتی که برای ایجاد یک صنایع دفاعی کارآمد مورد نیاز است را در اختیار داریم، اما با غفلت نسبت به حوزه سخت افزار کمتر در این خصوص سرمایه گذاری کردیم و در حقیقت آن مشاغلی را که عملا باید سلاح‌های دفاعی را بسازند تا از طراحی و کدنویسی‌های مربوط به حوزه نرم افزاری در تولیدات خود استفاده کنند را بی انگیزه کردیم. حال من در پایان افسوس، بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه صنایع دفاعی به طور کلی دریافتن و استخدام نیروهای متخصص فلزکار، جوشکار، لوله‌کش، برق‌کار و تخصص‌های از این دست با مشکل مواجه هستند. دیوید کینگ، استاد بازرگانی دانشگاه ایالتی فلوریدا که پیش از این مدیریت خرید هواپیما برای نیروی هوایی ایالات متحده را بر عهده داشت، نیز درباره مشکلی که صنایع دفاعی ایالات متحده با آن روبروست گفت: مشکل موجود را می توان در نمودارهای جمعیت شناسی افرادی که برای پیمانکاران دفاعی کار می‌کنند دید و ایجاد این شکاف مهارتی در حوزه تولید را درک کرد. کینگ افزود: یک دهه پیش میانگین سنی کارگران دفاعی نزدیک به بازنشستگی بود و اکنون بر اساس پیشبینی همان نمودارهای جمعیت شناسی می‌بینیم در حالی که آن نیروهای ماهر و متخصص بازنشسته شدند، ولی شرکت‌های دفاعی از استخدام نیروهای جایگزین عاجز هستند. این استاد بازرگانی گفت: شکاف مهارتی در صنایع دفاعی یک نگرانی مداوم است که می‌تواند بر تولید تسلیحات ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد. ممنونیم از این که تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.